سلام فصل زمستون که از راه میرسه بازار گرم کردن ماشینامون داغ میشه گرم کردن ماشین برای خودروی ما ضروریه و اصلا چه علتی میتونه داشته باشه که ما باید بعد استارت خودرومون رو توی فصل زمستون گرم کنیم خب بیاین یکم بگردیم به عقب و ببینیم که این گرم کردن ماشین از کجا شش گرفته و چطوری به وجود اومده قبلا که خودروها کالیبراتوری بودن و هنوز سیستم های انرژیتوری به وجود نیومده بودن این خودروها چون برای اینکه بتونن عمل احتراق رو به درستی انجام بدن و سوخت بتونه خودش رو به محفظه احتراق برسونه سوخت باید می اومد خودش رو به یک قطعه به اسم می این مانیفولد چی کار وقتی که سوخت وارد مانیفولد میشد باید این سوخت خودش رو تبدیل به یک گاز میکرد تا بتونه عمل احتراق داخل موتور انجام بشه و باید بعد اینکه استارت رو میزدی باید چند دقیقه این خود رو جرم میشد تا سوخت خودش رو به گاز در بیاره ولی دیگه الان جریان فرق کرده خود رو هاتون انرژیتوری هستن و پیشرفته تر هم هستن نسبت به اینا سوخت دیگه لازم نیست که خودش رو به گاز در بیاره مستقیما از طریق انرژیتورها عمل تزریق انجام میشه و این سوخت خودش به حالت پودری در میاد با فشار بیشتر این ذهنیت از اونجا مونده و ما همیشه قبل صبح که هوا سرده میایم خودرو رو جرم گرم میکنیم ولی خب شرایط گرم کردن توی خودروهای انجاتوری چند فرق داره خب حالا ما چطوری باید توی خودرو هنجاتوری خودرومون رو گرم کنیم روش صحیحی که توی در واقع خودرو هست یکم با خودروهای کاربراتوری متفاوته قبل این که بخوام در واقع این شرایط رو بهتون بگم ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنید و اگه دارید اولین بار این ویدیو رو میبینید من در مورد مشورات خودروها هر هفته ویدیوهای درست میکنم کانال منو سابسکرایب کنید بدون معطلی بریم سراغ بحثمون حالا این روش صحیحی گفتم چطوریه و ما باید چطوری خودرومون رو توی زمستون اول صبح گرم کنیم ببینید همه ما میایم اول صبح خودرومون رو بهات درزا میذاریم و خود رو چند دقیقه کار کرد شروع به حرکت میکنیم ولی این کار کاملا اشتباهه چون وقتی که خود رو به درزا کار میکنه سوخت بیشتری به محوض احتراق ارسال میشه و چون پیستون وسیلن باید با روغن کار کنم و وقتی خوشکار کار کنه این سایش در واقع سایش و استحقاش بیشتر میشه و باعث خرابی این قطعات میشه حالا بنزین هم که تزریق میشه بنزین چون یک حلاله و روغن رو توی خودش حل میکنه باعث میشه که این روغن به اطراف پاشیده بشه و باعث میشه که عمر ماشینتون کم بشه یک کاری که باید انجام بدیم اینه که ما باید گرم کردن خود رو رو یه طوری انجام بدیم که این گرم کردن به طور هماهنگ بین قسمت های مختلف از جمله گیربوش دیفرانسیل و قسمت های مختلف دیگه به طور هماهنگ انجام بشه و اینا هم جرم بشن چون اگه ما بخوایم توی حالت درزا جرم کردن رو انجام بدیم فقط خود موتور جرم میشه بقیه قسمت ها مثل جیربوکس و دیفرانسیل جرم نمیشن و ما وقتی حرکت رو انجام بدیم به اینا فشار بیشتر وارد میشه چون موتور جرم شده و اینا سرد موندن حالا کاری که ما باید انجام بدیم اینه که در واقع بعد اینکه استارت زدیم شروع به حرکت میکنیم توی دنده یک چون توی دنده یک حرکت کنه و باعث میشه که موتور و گیربوکس و دیفرانسیل به طور همزمان و خوب جمع بشن و آسیب به قسمت های مختلف موتور و بقیه قسمت ها وارد نشه حالا این مدت زمان جمع کردن توی خود رو باید سگرد باشه اه بسته به اون مدل خودروتون حالا ممکنه خودتون یکم قدیمی تر باشه یک الاسه دقیقه میتونه برای جمع کردن خودرو کافی باشه بعد این روش چه به شما گفتم یه روش صحیح و اصولی توی خود رو وقتی زمستونه میتونید شما خودتون رو, رو به این روش در واقع جرم کنید و از آسیب های احتمالی جلوگیری کنید بعد چند تا نکته مهم است که من میخوام اینا رو بهتون بگم توی فصل زمستون یا رو حتما رایت کنید تا خودتون بتونه با عمل کرده مناسبی کار کنه اول نکته در مورد ضد یخه که توی فصل زمستون حتما چک کنید که سطح ضد یخ خود در واقع مناسب باشه تا از یخزدگی های احتمالی که چون توی شهرهای شمالی ایران هوا خیلی سرد میشه حتی به سی درجه هم میرسه سطح ضد یخ باید حداقل نصف 50-50 یا چل 60 باشه که این یخ که توی خودتون صورت نگیره و باعث بشه که دمای موتور در حالت نرمالی قرار بگیره دومین نکته مهم چک کردن باتریه خب همونطور که میدونید توی فصل زمستون هوا سرد میشه باتری هم اصطلاحا میخوابه و مولکول های داخلش جنب با جنبش کمتری در واقع حرکت میکنند این رو هم مد نظر داشته باشید که یه استارت خوب یه باتری خوب میخواد هر اصولا شما باید باتری رو حالا بسته به اون کیفیت باتری سه لا پنج سال باید این باتری رو تعویز کنید تا خودروتون یه استارت خوبی رو داشته باشه و بتونه عمل کرده مناسبی توی خودتون انجام بده مورد بعدی کردن روغن موتوره شما سعی کنید توی فصل زمستون از روغن های رقیقتر استفاده کنید چون هوا که سرد میشه گلزت روغن بیشتر میشه و موتور نمیتونه در واقع روغن هایی که گلیز هستن رو به خوبی به حرکت در بیاره و باعث سایش بین قطعات اون میشه پس توی زمستون سعی کنید روغن یکم رقیقتر باشه ولی توی فصل تابستون گلیز هم باشه مشکل پیش نمیاد و یه نکته که هست باد تایر ها توی فصل زمستون کم میشه چون گفتم همه به دما بستگی داره و این دما باعث میشه که باد تایر های کم کم باد بشن حالا این کم باد بودن از یه طرفی برای خود شما خوبه این کم باد بودن باعث میشه که لاستیک سطح مقدش افزایش پیدا کنه و سطح تماس بیشتری با سطح زاده داشته باشه و جلوگیری کنه از سرخوردن اون توی ساده های یخی و برفی اینم میتونه یه نقطه خوب باشه برای شما. بسا ممنون از اینکه تا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید. فعلا تا ویدیو بعدی.